سلام، خوش اومدید به نوبت شما. با اینکه امسال افغانستان زمستان نسبتاً خشک و کم برفی داشته، اما در چند روز گذشته میزان بارش برف در بعضی از ولایت‌ها به قدری زیاد و کم سابقه بود که ده‌ها نفر کشته شدند و خسارات زیادی به ساختمان‌ها و جاده‌ها وارد شده. بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر گزارش شده. در روستاهای این ولایت ارتفاع برف بیش از 1 متر میرسه و حتی امروز هم سقوط بهمن جان عده‌ای رو گرفته. با وجود عملیات کمک‌رسانی دولتی، مسئولان محلی میگن کمک‌ها ناکافیه و بسته شدن راه ارتباطی کمک‌رسانی رو دشوار کرده. من احسان آمرتوسی هستم و امروز از مشاهدات شما از مناطقی که در برف اخیر دچار خسارت شدن می‌پرسم. به ما از مشکلات و نیازهای اصلی ساکنان این مناطق بگید. درباره عملیات نجات و کمک‌رسانی چی فکر می‌کنید؟ افغانستان لحاظ امکانات و زیرساخت‌ها چقدر برای مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی آمادگی داره؟ آیا در کمبود کمک‌های دولتی، نهادهای مردمی تونستن به بخشی از نیازهای ساکنان این مناطق پاسخ بدن یا خیر؟ از این راه تماس بگیرید. میتونید ایمیل بزنید از طریق وبکم بیاید تو برنامه، یا با تلفن و اس ام اس از طریق شماره‌ای که الان می‌بینید رو صفحه تلویزیون. منم براتون می‌خونم: 2044 207 765 2077، 2044 207 765 2078. شماره اس ام اس ما هست 2044 78 94 62 11 19، و آدرس ایمیل برنامه شما @bbc.co.uk. در فیسبوک و توییتر هم بحث در جریان. شناسه @bbc شما در توییتر رو یادداشت بکنید و دنبال. امروز صنم دولت‌شاهی در برنامه همراه ماست. در طول برنامه پیام‌های شما رو مرور خواهد کرد و البته برنامه‌های دیگه هم آماده کرده که خودش بیشتر توضیح بده. سلام. بسیاری از شهروندان افغانستان در مناطق مختلف که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی داشتن، این چند روزه نگرانی‌ها و غمشون از حادثه برف کوچ در پنجشیر رو در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک مطرح کردن. مثل این تصویری که اینجا می‌بینید، خیلی‌ها مثل این کاربر عکس پروفایلشون رو تغییر دادن و مثلا نوشتن پنجشیر تنها نیستش. در ادامه برنامه از این مطالب براتون گزارش میدم. منتظر نظرات و پیام‌های شما هم هستم تا در برنامه بخونم. اس ام اس، توییتر، فیسبوک و ایمیل شما @bbc.co.uk همه راه‌هایی هستن که از طریقشون می‌تونید نظرتون رو به دست من برسونید. اما اول بریم پیش احسان تلفن‌های شما. خیلی ممنون. بذارید با سید مهدی از کابل شروع بکنیم بحث رو، و بعدم امین رو داریم از بامیان رو خط دو ماست. سید مهدی، ظاهرا الان به همکارانم پشت خط گفتی که خودت به پنجشیر سفر کرده بودی، اونجا حضور داشتی و دیدی اون مناطقی که دچار بهمن شدن چه نیازهایی دارن و چه شرایطی اونجا هست. برام اگه میشه بیشتر توضیح بده. سلام علیکم. بعد از سلام به شنوندگان عزیز و شما بزرگوار و همکاران عزیزتان، من خود در پنجشیر بودم. اونجا سکونت میکنم، در مرکز پنجشیر بازارک میباشم. از روز که برفباری آغاز شد تا صبح چهارشنبه به شدت برفباری ادامه داشت. بعد از اینکه برفباری ها به شدت ادامه پیدا کرد، ما خود حد زدیم که گمان به این میرود که این ممکن مصیبت بیافرینه، فاجعه بیافرینه. بعد از اینکه برفباری ها به شدت ادامه پیدا کرد، در مناطق ولسوالی های دوردست دور از شهر مثل قره، به ولسوالی قره که قسمتی از جایی به نام عبدالله خیل است، و ولسوالی پریان، ولسوالی خین، ولسوالی خین به نام ترخین که مدن زمرت است، و اضافه از این به نام دشتیوت که غنجو میگن. اونجا دفکوت های زیادی سرازیت شد که باعث کشته شدن بسیار زیادی از مردم و ملت عزیز ما در پنجشیر شد. خب حالا سید مهدی، چقدر بعد از این برفباری هایی که بهش اشاره کردی دولت سریع تونستش واکنششون بده، و چقدر در واقع امکانات و اون شرایط امدادرسانی فکر میکنی در لحظه رسیده به مردمی که نیاز داشتن؟ من که اونجا بودم تا آن واحد با قماندان امنیه، وقتی که تماس گرفتم در قماندانی امنیه برام گفتم که قماندان صاحب امنیه ولایت پنجشیر عبدالعزیز خیرت عازم دره شده، که چرا مردم دره ولسوالی دره عبدالاخیل برکوچ آمده چیزایی از هموطنان ما جان شده دست داده. اما خود مردم هم وقتی که قضیه خبر شدن دست پاچه شدن و حده دست همکاری و در نجات جان باختگان زدن. بعد از اینکه هوا ابرآلود بود، بارشی بود، برف به شدت میبارید، امکان کمک رسانی در اونجا هرگز نبود. هوا که بر روز چهار شنبهش که هوا یک ذره، روز پنج شنبه که هوا یک ذره خوب شد، هوا صاف شد، هلیکوپترهای دولت اونجا آمدن، با امکانات دسترسیشون به محل حادثه رفتن. خب سید مهدی، خودت تا دیروز گفتی که به هر حال در اون مناطق در پنجشیر حضور داشتی. فکر میکنی الان واقعا نیاز اولیه بازماندگان این حادثه چیه؟ بیشتر از همه نیازشون رو اگه بتونی توضیح بدی، که حالا شاید کمک‌های مردمی هم هولوش همون متمرکز بشه ممنون میشه.
ببینی همیشه به هر دنیای که مصیبت اگرچه و ملت به حادثه مواجه میشند اونا از همه چیز به همه چیز نیازمند میبوده باشن، مثل کمک های اولیه و غیره، لباس، پوشاک، خوراک، همه چیز اونا ضرورت میداشته بودن. تمام وقتی که ملت پنجشیر در اونجا در برف و در اماق و برف فرو رفتن، جنهای خود را دست دادن و بازمانشان هم اونجا هستن با آقا تغمانان و غذا ضرورت دارن. ادهی مردم که من شاید قضیه بودم در هتل شیفت خوراک غذا را اونجا تحتیب کردن و تحییه کردن تا وسایل کپتر و موترها اونجا انتقال دادن. و ادهی دیگه مردم هم که من شاید قضیه در اونجا بودم که امکانات و مواد اولیه که در دست از اونجا به محل حادثه انتقال دادن. اما این را باید متوجه بیده باشید حادثه صرف در دره نبود، در چار پنج مناطق پنجشیر به شدت بوری بود و بر کوچ اومده بود، مردم زیر برف شده بودن. اینهایی که تلاش کردم همکاری بکنم، همکاریشون به ولسوالی دره بیشتر انتقال دادن که مردم ولسوالی دره عبدالخیل آسیب بیشتر دیده بود و بعد از مناطق هم تا حد توانشون دولت همکاری خدا کرد اونجا امکانات رو فرستادن. خیلی ممنون از شما سید مهدی، مرسی که در بحث شرکت کردید، از مشاهداتون گفتید. امین از بامیان، شما چطور؟ آیا مشاهده‌ای دارید در اون مناطقی که شما هستید هم برف خسارتی وارد کرده؟ از شرایط بیشتر توضیح بدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما اظهار همدردی و غمشریکی خیش را و تمام مردم پنجشیر که از نگاه حادثه طبیعی متضرر شدن ابراز می‌نم. ما از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان می‌باشم. در مناطق ولسوالی پنجاب که در مرکز شهرهای مثلا دایکنده و بامیان و میدان وارده قرار داره، راه‌هایشان در مسیر شهرهای قرار گرفته که به اثر بارانهای هفته اخیر گذشته مسدود شده بود، اما تا به هنوز کمک های از طرف کمیته اضطراری برای مردم که متضرر شدن فراهم نشده. خب فهم کنی علتش چیه که هنوز این کمک ها نرسیده دست مردم؟ یعنی مشکل فرضاً راه‌های ارتباطی هست یا اینکه اصلا سازماندهی نشدن هنوز این کمک ها؟ مشکل شما کجا میبینی؟ مشکل ما این است که تا حوادث واقعی رخ ندهد این کسانی که در وسط هستن اینا توجه دارن. وقتی که یک حادثه رخ بده اینا دست پاچه میشه، امکانات فراهمی که برس داشته باشه او را نمیتونه که به نظمندان سر وقت برسنه. مثلا راه های که ما در مسیر ورس مره نیقول اینا ترک هایش مستو شده، برسپوچ آمده نفر زیاد زخمی شده بود، مردم خودی میشه حالا سر خود پاک میکنه، واهار پاک میکنه و از طرف کمیته حالت استقراری و دیگر موسیقی تابانه هیچ گونه توجهی نشده. همچنان مسیر با میان مثلا یه طرف میدان مدرک خود با اثر کمک خودن مردم کارها صورت گرفته که راه هایشان پاک میشه. یعنی فهم کنید در واقع مشکل در مدیریت بحران است. اما همین چقدر حالا فهم کنید نهادهای مردمی تونستن این خلل رو پر بکنن و در واقع خود فعالای مدنی بتونن از طریق شبکه‌هایی که دارن کمک‌ها رو جمع‌آوری بکنن و برسونن به اون مناطق، اونا موثر بوده کارشون یا خیر؟ سرصداهای کمک‌های مدنی از طریق مثلا تلویزیون‌ها و مثلا فیسبوک و تلویزیون رادیو بالا هستن، متأسفانه دیگه چیزی در دست خود نداره که برای مردم فراهم کنه. اما دولت هم یک قسمت سالهای گذشته مثلا این حادثات با تکرار هم تکرار شده، ولی امکاناتی که باید دست باشد از قبل آمادگی نداره. بسیار خوب، خیلی ممنون که در بحث ما شرکت کردید. بعد دو نفر خدافظی کنیم. چند تا از پیام های شما رو از فیسبوک بی بی سی فارسی مرور میکنیم. اولی رو افروز نوشته، گفته کاش دولت به جای اعضای عمومی به فکر حال بازماندگان باشد، خداوند به همه عزاداران صبر و آرامش بدهد. منیر نوشته دولتی که برای چند ساعت آینده خودش برنامه مشخصی ندارد، چگونه میتواند برای حوادث طبیعی که معلوم نیست چه زمانی رخ میدهد برنامه داشته باشد؟ و رضا گفته خوب است در این مواقع از کشورهای همسایه هم کمک گرفته شود تا کمک به مردم زودتر نتیجه بدهد. از طریق تلفن رو خط یک امین از هرات رو داریم، بعد با یاسر از هرات صحبت میکنیم و از طریق وبکم هم عبدالله خداداد فعال مدنی رو از کابل به این بحث در اینجا اضافه میکنیم. اگه تصویر آقای خداداد داشته باشیم
بله آقای خداداد، سلام میکنم به شما. شما به عنوان یک فعال مدنی چقدر فکر میکنید الان شبکه‌های مدنی در افغانستان فعال هستند در زمینه کمک رسانی؟ آیا تونستن موثر عمل بکنن یا نه؟ یکی از بیننده‌ای که الان تو برنامه بود میگفت متاسفانه این کمک‌ها در واقع در سطح همون صحبت‌های اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک محدود مونده و چندان اثری از این کمک‌ها در مناطق آسیب دیده میگفت ندیده. شما چی فکر میکنید؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های تلویزیون بی بی سی فارسی و تسلیت به مردم افغانستان که سه روز ماتم ملی به مناسبت شهادت هم‌میهنان ما در ولایت پنجشیر داریم. در رابطه با موثریت کمک های جامعه مدنی و فعالان مدنی مرتبط به مسئله پنجشیر، باید عرض کنم که خوشبختانه کمک ها بسیار موثر است. در واقع فشارهای مدنی که از طریق شبکه های اجتماعی را افتیده باعث شده که دولت افغانستان توجه بیشتر کنه و گروه های اجتماعی و مدنی فرق کشور هم بسیط شوان بر رساندن کمک های موثر و عاجل. برعکس ما با دوست عزیزی که گفتند که این حرف ها فقط در قالب در چوکات شبکه های اجتماعی اینترنتی باقی مانده و نخیر چنین نیست. مثلا روز جمعه ما با جمعی از فعالان مدنی عمدتاً از انجمن خراسانیان از منطقه آسیب دیده دره در منطقه عبدالاخیل بازدید کردیم و مقدار اندک دارو دوا با خود داشتیم که رساندیم به کلینیک محلی. ولی من دوست داشتم که در آغاز برنامه بیننده های عزیزی که میبینن یک تصویر بهتر از اتفاقاتی که در پنجشیر افتاده داشته باشن. اگر اجازه بدین من علاقمند هستم که یک مقدار توضیح بده. حتما بفرمایید، میشنویم. مهمترین مسئله ایست که دولت افغانستان به خاطر صعب العبور بودن دری اصلی پنجشیر و دره های فرعی نمیتونه در کار برفروبی سرعت بیشتر به خرج بده. یعنی ممکن نیست که دو ماشین برفروب در کنار هم در یک جاده کار بکنند. باید اگر چند تا هم باشه فقط یکش میتونه کار کنه. مثلا در منطقه عبدالاخیل که ما از نزدیک دیدیم، تا جایی که با ماشین ممکن بود و پیاده ممکن بود ما خودمان رساندیم، ولی با این وجود 20 دقیقه راه دیگر باقی بود تا ما در محلی که در واقع برفکوچ آمده بود برسیم. اما رسیدن به اونجا ممکن نبود چون بیش از 2 متر برف بود. حتی چرخبالایی هم که از جانب حکومت آمدن که به مردم کمک برسانن نتونستن نشست کنن. از سوی دیگه مثلا مناطقی که بیشترین آسیب را دیده، منطقه تل از مربوطات توابع پریان است، منطقه آریو. روز پیش دیروز در منطقه آریو یک بار دیگر برفکوچ شد و 7 نفر دیگر را کشت. این به این معنی است که خطر برفکوچ های بعدی همچنان سر جای خودش باقی است و عکس برداری هایی که نیروهای امریکایی کردن از آسمان نشان داده که انبوه برف در جای زیاد تراکم کرده و خطر برفکوچ های بعدی همچنان سر جایش باقی است. و مهمترین چیزی است که هرچی سریعتر باید راههایی که در واقع به مردم رسیدگی شوه باز شوه توسط برفروب‌ها. و سریع دارم صحبت میکنم که به نظر من حکومت افغانستان با وجود تلاش های قابل اعتنایی که داره این ظرفیت را نداره که کمک های عاجل را به آسیب دیده ها برسانه و در حال حاضر هزاران تن در مناطق که درگیر برف کوچ شده گیر افتادن و نمیتونن خودشان را بکشن. مثلا از منطقه خواک که آخر دره پنجشیر هست هیچ خبر در دست نیست که بر سر مردم خواک چی آمده و این نیازمند کمک های بین المللی است. از عهده حکومت افغانستان برنمیاد. خیلی ممنون آقای خداداد، برمیگردیم به شما. با ما بمونید فعلا، نظر امین از هرات رو بشنویم. امین، شما فکر میکنید کمک ها و اون در واقع اقدامات که دولت تا این لحظه انجام داده چقدر کافی بوده؟ آقای خداداد معتقدن که ظرفیت های دولتی اصلا پاسخگوی رسیدگی در حال حاضر نیست و بعد مثلا کمک های بین المللی هم سرازیر بشه به افغانستان برای اینکه از این شرایط خارج بشه. چی فکر میکنید شما؟ سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان شما.
تسلیت بگم به تمام مردم افغانستان، علی خصوص خودم هم اگر افغانی هستم با خودم هم بسیار ناراحت هستم. ولی متاسفانه آن چیزی که منم بسیار رنج میده ایست که البته خود تحت شو آقا را رنده مثلی با امیان و مثلی بدخشان و این هم خاص، ولی مردم مظلوم پنشیر ما بسیار سختی میدن و تمام مردم ها واقعی نزدی با وجه نفت میدن. اما آن چی که این مردم مظلوم پنشیر با مشکل خوردن کی بود که واقعی هم آمدگی همچین روی بلاخره خوب طبیعی رو نداشتن یا. ولی امروز هم دولت ما بسیار ضعیف از سر بسواری کمک رسانیم. اگر کمک هم از کشورهای همسایه هم تو که دیدیم از پاکستان آمد، دمال هم از ایران و عدد کشورهای دنیا دیگه بیاد، ولی من آدم تشویش دارم که این کمک ها اینا آمدگی ندارن دولت مردان ما که برسانن بینا. همینطور که دوست ما قبلا میگو راست و پروبور شده، بسیار برق شدید شده، برق دو متر دو نیم متر برق اینا نمی کنن برم. ولی درد من این که واقعا پنشیر یک جای بسیار بزرگی نیست. حالا که شما شاید دوستانی که دیدن من حرف من تایید کنن، پنشیر نباید به اثر یک حادثه طبیعی اینقدر صدمه میری. اگر رهبران پنشیری ما به فکر مردم قومی بودن واقعا به این بدبختی فلاکت نمیریدن که الان یک رای نداشته باشن که ادارم مثلا جگر مرا الان خون کردون نیست ممکن میگن ادارم مثلا کشمار میرانی که فلک کردن که متاسفانه فلک کردن به فکر همین هایی که هنوز نیاجانم به فکر همین ها باشن. یعنی شما همین در واقع پس اینجا دولت رو مقصر نمیدونید در شرایطی که از لحاظ زیرساختا نوع جاده سازی که اونجا هست که امکان کمک رسانی رو کم میکنه، اینو به خود مسئولانی که در پنچیر هستن فقط محدود میکنی این مسئله رو و فهم میکنی دولت کاری نمیتونسته بکنه؟ تمام اون پولایی که سرازیر شد در افغانستان نصفش بالاخره گفتی به همون رهبران پنشیری هست، ولی مردم پنشیر بسیار مردم مظلومی هست، ولی رهبران پنشیر کاخهای بلند و سر به پله کشیدی ساختن ولی به فکر ملت و مردم خو نبودن. همون مردم بود که ولی دینارایی داد، همون مردم بود که اینا رو بزرگ کرد، ولی متاسفانه به فکرشون نبودن. ما گفتن همونه که شما یادتان باشه که خود برهان الدین ربانی یکی از چی بود بالاخره بدخشان بود، ولی متاسفانه به اون بدخشان نمیشم. شما دیدین یا تا که دوستان ما دیدن شاید به من هم نظر باشم، ولی متاسفانه هر سال به چندین اولسوالی از اینا همی برد میاد و برکوش میاد و هیچ مشکل را این مردم تا اندازه یک درست حل نشده. مگر این دولت این بودم که از اول خودش در داخل کاخ مشکل داره چیجا که بیایی برمداری مردم آبرسه. اما ما امیدوارم که میشه لکم کاخ سرازیر بشه و خوب و بالاخره تارمار هم نشه به دست احمد مبود نشه. همه جامعه مدنی رو متقاضا دارم که از هر جا کشور جمع بشن به این کمکار بسیار خوب. خیلی ممنون از شما همین، مرسی. یاسر شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی الان مشکل در کجا هست؟ آیا نبودن زیرساخت ها مثل جاده هایی که امکان کمک رسانی رو فراهم بکنه منجر شده که الان شرایط اینطور باشه در پنچیر، یا اینکه اصلا خود دولت در سازماندهی و در مدیریت بحران دچار مشکل است؟ چی فکر میکنید؟ متوجه شما و خدمات همدردی میکنیم با کسانی که جامعه خو عدد سدن و زخمی سدن. به نظر می فکر کنم ما مشکل تقریبا این شده مشکل دولت به خاطر که از دولت بطنه مثلا کمک زیادتر بره از اینا سرازیر کنه و کمک زیادتر بده و این وسائلی هم که بره از اینا دوان کنم بهتر پاس کنه. یه بار پاس فکر کنم این کسی بره از اینیه، چون وقتی که ما سعی میکنیم این سطح بزرگیتی که ما میگیریم و مشاهده میکنیم روز خیلی بس زیادی اندید خواده، یعنی نمیتونم گفت که بزی و سایل کم از ما میتونم کنیم بالی از یعنی تن بارف کنیم که یک بیشتر از شما بیشتر از برنامه شما یک رسانه بود از رسانه های خود از کنیم که نشان میده و داره سنگی بود میگفت که سر روز میشه و تعدادی از همتنان زیر دست هستن، یعنی ایش تو اجوه ناخره اینا پیدن به زیر دست و وقتا هیچ اختباری از اینا نیست، هیچ توجه نشده خبر یه نام بود هستن پیدن به زیر دست توجه نشده. پس اینکه ما میکنیم دولت ببین دولت یک توجه خاصی بکنه مثلا کمک بگیره، اگر اصلا خود دولت نمیتونه از بگه چا میتونه میکنه کمک بگیره یار پاک کنه بالینا به یک کمکی بکنه
خیلی خوب است که کنم با خود دولت را جای نکنه به نظر را که کار نمیشه چون به قدم اول دولت این مسئولیت داره به کنه تا بطن همه همشدی هم از ما را از داخل باید بدش را نمیده. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. آقای خداداد اشاره کردید که به هر حال فعالای مدنی دارن تلاش خودشون رو میکنن، تا حدی هم کمک‌های هم رسیده اینطوری که شما گفتید، اما فکر می‌کنید در طولانی مدت راه حل چی است؟ مثلا فرضاً وقتی صحبت جاده‌ها و مشکلی که در امدادرسانی هستش اونجا مطرح میشه، یا اینکه فرضاً بهمنگیر ساخته نشده در بعضی از این مناطق، اصلا مجوز ساختن خونه در جاهایی داده شده که می‌دونستان اینجا امکان و خطر بهمن هست، فکر می‌کنید در طولانی مدت برای اصلاح این زیرساخت‌ها دولت باید چیکار بکنه و اصلا برنامه‌ای در دست هست؟ تردید دارم که تا هنوز حکومت افغانستان برنامه‌ای برای در واقع راه حل بلند مدت برای مسئله حوادث طبیعی در نظر داشته باشد، ولی راهی را که جامعه مدنی پیشنهاد میکنه برای حکومت افغانستان که مردمانی که در شرایط دشوار و در مناطق صعب عبور که در معرض بهمن و برفکوچ و سیلاب قرار دارن، هر چیز زودتر به مناطق هموار انتقال داده شوند و زمینه زندگی و سرپناه برایشان فراهم شوند. این شاید یکانه راه باشد. و فکر میکنید چقدر حالا نهایتاً این گروه های مدنی، فعالان مدنی موفق بودن در اینکه بخوان سازماندهی بکنن، بین خودشون دست کم یه هماهنگی ایجاد بکنن و اون ارتباط های لازم رو با دولت فراهم بکنن، ایجاد بکنن که فرضاً نیازها به شکل مساوی تقسیم بشه بین کسانی که احتیاج دارن و در واقع کار اضافی اینجا صورت نگیره که زحمات به هدر بره؟ ببینید در واقع جامعه مدنی داره خیلی خوب کار میکنه، نیازمندی های مردمی که آسیب دیدن یادداشت شده، غیر از ما گروه های دیگه هم که رفتن این کار را کردن و با استفاده از شبکه های اجتماعی خبررسانی میشه و در جاهای کمک ها به مردم جمع‌آوری میشه و این کار دار موفقانه پیش میره. اما من در آغاز صحبت ها عرض کردم که رسیدگی کامل به این فاجعه بشری که در ولایت پنجشیر رخ داده از ظرفیت حکومت افغانستان هم بلندتر است. چی رسه که جامعه مدنی با امکانات محدودی که داره یا با کمک‌های مردمی که از سراسر کشور یا از میهنان ما در سراسر دنیا به اینجا میرسه این مشکل را در واقع رسیدگی شود. به همین خاطر است که پیشنهاد میکنم که برای حل این معضل و رسیدگی عاجل کمک های انسانی، غذای پخته، لحاف گرم، لباس و همه احتیاجات اولیه را از طریق هوا باید به مناطق آسیب دیده برسه و جامعه جهانی، کشورهای همسایه، چنانکه که پاکستان امروز اقدام خوب چشمگیری کرد که یک هواپیمای پر از مواد کمکی به مردم پنجشیر رساندن، باید کشورهای همسایه کمک بکنن و همچنان کشورهای جامعه بین‌المللی در این زمینه باید خاموش نمانه و الا شاید شاهد یک فاجعه بزرگتر باشیم و ممکن است که میزان تلفات و خسارات انسانی در پنجشیر بسیار به مراتب افزایش پیدا کنه. خیلی ممنون از شما، مرسی. با عبدالله خداداد فعال مدنی از کابل خداحافظی می‌کنیم. امین یاسر هم همینطور. بذارید فعلا یه سلامی بکنم به شنوندهای رادیو فارسی بی بی سی که الان چند لحظه ای از صدای برنامه ما رو میشنوند. امروز در نوبت شما با توجه به بارش سنگین برف در مناطقی از افغانستان از جمله ولایت پنجشیر، از مشاهدات شما از این مناطق و مشکلات اصلی مردم میپرسیم، اینکه اصلا فهم میکنید چقدر عملیات امدادرسانی به خوبی داره صورت میگیره و چقدر افغانستان آماده همچین حوادثی هست، آماده در واقع مقابله با این حوادث هست یا خیر. بریم پیش سنم ببینیم که در این جستجویی که امروز انجام داد در شبکه‌های اجتماعی بیشتر مردم دارن در مورد چی حرف میزنن. قبل از این بگم الان چون اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان تو فیسبوکش رو آپدیت کرده و یه اطلاعیه‌ای گذاشته، فکر کردم با توجه به بحثایی که الان سر عمل کرده دولت شد اول اول راجع به این صحبت بکنیم که همین نیم ساعت پیش این پست رو گذاشته. این بیانیه رو تسلیت گفته، ابراز ناراحتی کرده، گفته که من
به هر حال مسئولیت ما هستش، زندگی هر افغانی ارزش داره. به همین دلیل هم من سفرمو به ایران لغو کردم. دکتر عبدالله رو به محض اینکه این اتفاق افتاد فرستادیم به منطقه، خودم هم به منطقه سفر کردم و نماینده های خاصش رو هم فرستاده، جلسات مشترک امنیتی گذاشتیم و از اقدامات دولت گفته برای اینکه چه کار کردیم، تلاش کردیم راه ها رو باز کنیم، کمک های اولیه رو از طریق هوا و زمین برسونیم و گفتیم. و خب مشکل اصلی هم عدم ارتباط با مردم محاصره شده بوده و گفته که آقای غنی گفته به وزارت های مربوطه هدایت دادم تا در زمینه تامین ارتباط مخابراتی دوامدار با مردم اقدام بکنن و گفته که یه سری نیازها رو هم به هر حال به کار ذکر کرده، از جمله و گفته اقدامات ما چند مرحله است. مرحله اول اقدامات عاجل، همین الان کمک های اولیه برسونیم، غذا، لباس، دوا و سایر موارد. و میگه که اردوی ملی و پلیس ملی همه بسیج شدن که کمک بکنن. مرحله دوم ثبات نسبیه که میخوایم بعد از این اقدامات عاجل میخوایم ثبات نسبی تا حدی زیر کنترل بشه اون منطقه و جبران خسارت مردم رو انجام بدیم. مرحله سوم بهبود بخشیدن هست. میگه آقای غنی گفته این مرحله وقتگیره ولی همه تلاش رو خواهیم کرد که نه فقط هم حتی سلامتی، وضعیت اجتماعی اقتصادی مردم این منطقه بعد از اینکه کمک های عاجل برسه. و بعد مرحله چهارم گفته انکشاف. یک بخشش رو گفته، قبلا هم گفتم که این خسارت ها ابعادش وسیع، ضرورت کمک های وسیع داریم. گفته که دستور دادم یک صندوق امداد ایجاد بشه که مردم کمک هاشون رو برسونن. آقای غنی گفته ما تو این لحظه کمک نقدی بیشتر احتیاج داریم تا کمک جنسی. کمک های جنسی و دوا و البسه و اینا رو خودشون دارن میرسونن. گفته اگه مردم میخوان کمک بکنن ترجیحشون اینه که کمک های نقدی بدن و به این صندوقی که خواهند اینا تهیه خواهند کرد، برای اینکه میگه مدیریت این ممکنه اگه چند تا دست باشه همین آدم سخت بشه. دقیقاً. و در ضمن میگه یک نکته هم گفته که جالبه در آخر بیانیه‌اش آقای غنی، که تجربه سالهای گذشته نشون داده که 6 ماه در 6 ماه وطن عزیز ما خطر سیلاب ها داره و 6 ماه خطر خشکسالی داره و میگه بر اساس این تجربه ها ضرورت به ایجاد ظرفیت لازم رو داریم تا بتونیم خسارات چنین حوادثی رو به حداقل برسونیم. میگه در طول این سه هفته اخیر تمرکز ما رو مدیریت آب و سیلاب بود، حالا این اتفاق هم افتاده. و خلاصه قول داده آقای اشرف غنی که این به این مسئله رسیدگی دراز مدت بشه تا این بحثی هم که الان مطرح شد رو دیگه در آینده شاهد نباشیم. در واقع میشه گفت که رئیس جمهور سعی کرده به یه نوعی هم گزارشی بده از اقدامایی که تا حالا دولت انجام داده، همین که برنامه راه آینده دولت هم لازمه. دقیقاً. یعنی به هر حال از روی این بیانیه به نظر میاد که اراده قوی حداقل در حد این بیانیه وجود داره. حالا عمل هم امیدواریم که عمل بشه به هر حال. اما از اینکه بگذریم، حالا بگیم تو شبکه‌های اجتماعی یکم هم بحث شد. خب یه عده‌ای خب بسیار غمگین بودن، عکسای پروفایلشون عوض کردن، مثل این پنچیر در قمت شریکیم، پنچیر هم عزادار است، تنها نیست پنچیر، و اینجا گفتن که کارزار گردآوری بسیج کمک‌های مردمی. اینها حرکت‌های اینطوری، بعضی عکس‌های حوادثو گذاشتن و جملات غم‌انگیزی گفتن و تسلیت گفتن و همینجوری لوگوهای مختلف برای تسلیت درست کردن. اما این عکس رو اگه ببینید، اون تصویر اون آقایی که سمت راست هستش و مسن‌تره، این آقا جان محمد اسمش، ظاهراً مال مردم قریه‌شون کاکا جان محمد صداش میکنن. یکی از بازماندگان این حادثه برفکوچ هستش که میگن زانوی غم در بغل گرفته، 17 نفر از اعضای خانواده‌اش از بین رفتن و خاکشون کرده و قصه این خیلی تو شبکه‌های اجتماعی الان داره دست به دست میگرده و مردم بسیار متاثر کرده. در کنار اینها تصاویری هم میبینیم از که گروه‌هایی که تونستن برن و کمک بکنن، حالا چه مردمی چه حکومتی. الان این تصویر زبیر مسعود عکسایی هستش که با کاروانی از کمک‌های اولیه به اونجا رفته بوده، جزو اولین گروه‌هایی بوده که سر زده بوده. ولی اما خب انتقاداتی هم بوده، فقط توی برنامه ما نبود، تو شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم. مجید مرتاد شاعر افغان در فیسبوکش نوشته بود آیا حکومت و وحدت ملی پیام تسلیت فرستاده بودن. ظاهرا یکی دو روز انگار طول می‌کشه تو پیام تسلیت فرستادن و مردم یکم از این ناراحت بودن، ولی بعد از یکی دو روز به حال یه نقدهای از حکومت ایجاد شده بود. وحید عمر که سخنگوی سابق دولت حامد کرزایی بود هم یه چند تا نقد گذاشته، گفته تلفات حوادث سرسام‌آوره، 30 تا از هموطنانمون هنوز گروگان هستن. شاید توی وضعیتی که این مشکلات و
مملکتمون داره، شاید صلاح باشه یکی دو روز این مذاکرات صلح رو بذارن کنار، ملا فلانی خان رو بهش کنایه مثلا گفته در دبی قطر بذارن رفع خستگی کنن و حکومت ما عوض پرداختن به صلح واهی به مردمش رسیدگی کنه. و یک نکته دیگه هم گفته، البته این نظر وحید عمر هستش، که یه نکته دیگه اینه که عکس‌ها و روایت‌های برفکوش پنشی دردآور و اینها، ولی اما من مخالف ماتم و ماتم بازی هستم. ملتی که یک نسل میشه پیوسته در ماتمه نیازی به دولتی نداره که براش ماتم رسمی اعلام بکنه، نیاز به دولتی داره که یا از ماتم جلوگیری کنه یا در وقت ماتم به کمک ملت بشه. تا به حالا برها جالبه، یه دشاکی بودن چرا دولت اعلام عزای عمومی نکرده، حالا که کرده بعضیا میگن نیازی به این ماتمش نداریم، باید عمل کرد. خب به حال خود این آقای عمر هم اینطوری که شما گفتی از سخنگویان دولت قبلی بوده، میگه که باید دولت جلوگیری بکنه. باید پرسید آیا دولت قبلی توی این 12-13 سالی که در رأس قدرت بوده کاری کرده لحاظ مثلا اصلاح زیرساخت‌ها، همین جاده‌ای که الان می‌شنویم که اینقدر گذر ازش سخته، آیا در اون مدت اصلا تلاش کرده؟ دقیقاً توی کامنت‌ها هم اومده بهش اشاره کردن که حالا به هر حال شما بخشی از همین حکومت بودید، این ساختار چیزی نیست که حالا دولت جدید دو روزه چیز بشه. به هر حال رامین انوری هم مثل این یکی فعال مدنی که الان تو برنامه‌مون صحبت کردیم یک پستی گذاشته و میگه که ما ضمن ادای احترام، میگه که ولی ما فقط نظاره کردیم، به حادثه بدخشان هم اشاره میکنه و میگه ما فقط نظاره میکنیم یا مثلا حالا یه کارهای کوچیکی میکنیم، ولی بعد این بار تو بر دولت فشار وارد بشه تا مسئولیت پذیری بیشتری از خودش نشون بده. ولی خب همونجوری که گفتم اینطوری نبوده که حکومت توجه نکنه، خیلی از نیروهای دولتی رفتن سر زدن، از جمله دکتر عبدالله خودش فردای ماجرا رفته به منطقه سر زده، عکس‌هایی از این ماجرا رو می‌بینیم. و اما این آخرین موردی هم که من می‌خواستم بگم اینه که حالا همین این جمع کردن کمک‌ها که میگن خودجوش و اینها، یک شاید تو این دو سه سال اخیر مخصوصا به خاطر اینکه دسترسی به اینترنت پرسرعت افغانستان یکم بیشتر شده، استفاده از فیسبوک حتی بیشتر شده، خیلی این رو می‌بینیم که این حوادث که پیش میاد یهو مردمی که دسترسی البته به فیسبوک دارن دور هم جمع میشن که کمک رسانی بکنن و اینا. از جمله اینها مسعود حسنزاده که خودش خواننده راک هستش و یک گروهی موسیقی داره، یک تصمیم میگرفته بود کنسرت خیابونی به نفع آسیب دیدگان توی کابل برقرار کنه که ظاهرا یه تعداد خواننده دیگه بهش پیوستن، این تبدیل به یک ایونت فیسبوکی شده. قرار بود امروز یا فردا برگزار بشه، منتها به دلیل اینکه ماتم عمومی اعلام کردن تصمیم گرفتن که این رو عقب بندازن و دیرتر برگزارش بکنن. این یه شمایی بود از اینکه چی داره میگذره توی شبکه‌های اجتماعی. من حالا منتظر نظرات بیننده‌هامون هستم در طول برنامه. خیلی ممنون، مرسی از این گزارش که دادی. بریم ببینیم که بیننده‌های بعدی که تماس گرفتن چی دارن برای گفتن. امین از پنجشیر با ما، بعدم احمد مختار از کابل رو خط دو. امین شما اون منطقه‌ای که هستید رو برامون کمی وضعیتش رو توصیف کن، چقدر الان واقعا ارتباط با اون مناطق راحت هست؟ آیا شاهد هستی که کمک‌های دولتی به دست مردم رسیده باشه یا خیر؟ سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده ها. ما حدودا 6 روز میشه که اصلا از خانه بیرون نبر آمدیم. آنقدر برق سنگین است که تا اون رفتن یک خانه به خانه دیگر امکانش نیست. الان بیشتر مردم در واقع وابسته به کمک‌های دولتی هستن یا اینکه اینطور که بعضی گفتن همون کمک‌های مردمی و در واقع نهادهای مردمی هستن که دارن بیشتر رسیدگی میکنن به شرایط؟ شخصا هم که خودم در ولسوالی آبشار زندگی میکنم، فعلا کمک دولت هیچ جایی نرسیده، هر روز راه ها کاملا مسدود است، یکی چون مسیرهای تنگ داره امکان با کردنش یکمی مشکل است، ولی دولت خیلی کم کار میکنه تا فعلا در اونجا. در قسمت آستانه است که ما حدودا حالی که مازاری تیرفون باشیم میدیم 7-8 نفر شهید داریم، که اکثر قریه و قصبات دیگه است که کاملا رفتن اونجا بند است، رفتن نمیشه با جزوزی که تماس تلفنی داشته باشیم دیگه. قانون کمک دولت تا هنوز در قسمت ها نرسیده. ما از دولت مرکزی خواهش میکنیم که با این مردم مسکین بیچاره کمک بکنند، یک چیزی بیارن که با غذای پخته باشه، مثل دیگه که در بعضی مناطق هم میشنیم که گندم آوردو یه آوردو او خود اونجا اصلا به درد نمیخوره. برای فعلا آفات طبیعی و مدنی است، بعدیش باید در نظر بگیره حکومت. فردا باران
به شل تبدیل میشه، مسیرها رو جاده ها رو تخریب میکنه. همین اشاره کردی به بحث قضا، اصولا اگه بخوای الان نیازهای اصلی و اولیه مردم پنچی رو اسم ببری در این شرایط بحرانی چیه؟ یعنی فهم کنید اصلی ترین کمک هایی که باید بهشون برسه در چه زمینه ایه؟ اصلی کمک ترین که باید برسه فعلا راهی تدارکتی علاج مردم از یک قریه به قریه دیگه وصل شده، ببینیم که کیا در کجا زنده است، کیا نیست، برخورد مردم به چی حالت ساخته. هنوز معلومات دقیق از یک قریه به قریه دیگه نیست. آنقدر برف ریزش سنگین بوده که در طول دهها سابقه طولانی نداره. بسیار خوب، خیلی ممنون احمد مختار. شما اینطور که به همکارانم گفتید ظاهراً بازدیدی کردید از پنچیر، شرایط اون منطقه رو کمی برامون توضیح بدید. سلام عرض میکنم با شما بنده‌های برنامه نوبت شما. من روز قبل یک سفر داشتم به ولایت پنچیر، البته تا اونجایی که مناطقی خوب سیاسی آسیب دیدن نتانستم بروم چون یکی راه درست نبود، صرف یک خط موتر رو بود و اونجا باید هر موتر که از مقابل نمید بسیار سختی باید کراس میکرد خطه، برد بسیار زیاد بریده بود. شاید هم قسمی که آقای خداداد گفت، من با آنها مفقستم که آسی فاجعه که در پنچیر رخ داد غیر قابل تصور بود و در اینجا تا حدی هم حکومت مقصر است، تا حدی هم خود طبیعت. خب طبیعت رو که به حال احمد مختار نمیشه نهایتا مقصر دونست، چون طبیعت اونطور که خودت میگه، اما چقدر قابل پیشگیری هست؟ مثلا اینکه دولت آیا نظارت درستی از اول روی بحث خونه‌سازی در اون مناطق داشته که بخواد جلوی اینجور حوادث و جلوی تلفات حوادث اینطوری رو بگیره یا خیر؟ بس روی خانه‌سازی و مناطق پنچیر در کل خانه هایی که در اونجا آباد شدن شکل سنتی دارن و به هیچ عنوان کدام پلانی از طرف حکومت نه در سالهای گذشته و نه در 13 سال که کمک های بین المللی در افغانستان صورت گرفته و نه قبلتر از او هیچ نوع کدام پلانی نبود خانه سازی، و تمام خانه هایی که در اونجا ساخته شده غیر معیاری هستند. همچنان مشکل فعلی که مردم فعلاً دارن، مشکل هم اینه که وسایلی که رسیدن، البته روز جمعه با فرصت هستی که روز رخصتی بود، مردم که در پنچی هایی که در کابل بودن ما خیلی کمک کردن، مواد خوراکی اینا رسیده هم فعلا در پنچیر، اما مناطقی که آسیب دیده راه ها کاملا قطع، برف تا دو متر و ده سانتی فعلا شاید بوده باشه. تا وقتی که راه صاف نشه و سایل درست راه را صاف نکنه کمکان هم میشه دو مناطق انتقال یافته. همچنان دکتر شب عبدالله همراه جمع کثیری از نخبه سیاسی دین روز رفتن روز قبل از داخل پنچیر، اونا هم از طریق چرخوال رفتن مناطق را دیدن که خیلی آسیب دیدن، اما به خاطر از اینکه برف خیلی زیاد بود تقریبا 2 متر 3 متر چرخوال نمیتونست پایین بنشینم. اونا صرف منطقه را دیدن دوباره پس آمدن و با موترهای خود تا منطقه رفتن از مرز که همون روز باموردار یک منطقه از پنچیر است که نه روی از واس شد و اونا تانستن اجسادی از افرادی که در زیر آوار بند مانده بودن نورا بکشن. مشکل اساسی فعلا مشکل نیست که راه ها بند هست، کمک ها بسیار زیاد رسیده از مردم که از در کابل زندگی میکنن پنچی ها، اینا خودشان در اینجا شدن و رفتن سا کمک های زیاد در بیجاد و مواد خوزایی اینجا رساندن، اما مشکل فعلی یک آنها مشکل نیست که راه ها مسئله هست و نمیتون به شکل درست کمک ها را انتقال بسید. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما احمد مختار. بذارید با امین خداحافظی بکنیم، به جاش حمیدالله و از فراه داریم. حمیدالله، اینطور که الان احمد مختارم گفت کمک به هر حال تا حدی فراهم شده، اما رسوندن کمک به مردمی که نیاز دارن به خاطر زیرساخت‌ها، به خاطر بحث جاده‌هایی که اونجا هست، با مشکل روبرو است. فکر می‌کنید دولت در این زمینه باید چه کارهایی بکنه؟ تا حالا چه کمبودهایی داشته و در واقع عملکرد دولت در مجموع شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ خوب نما سلام علیه خدا خدمت شما این دایی تلویزیون دی فارسی ویسی تقدیم میکنم و سلام که عرض تفلیت میکنم خدمت خانواده هایی که جمعه عزیز خدا دایی آدس عزیز دارن. و خوب ای که دولت باید در پیش از اینکه ای آدس صورت میگیرید و باید آمادگی برم که آدس هایی میدارد، چرا که ما از سال زیاد سال داریم، مثلا در بعض آدازهایی که چند وقت قبل در بدخشان صورت گرفت و دولت در این راستا هم کمک هایم که در زمان بدخشان صورت گرفت و همون کمک ها حتی به
تمام مردم نرساندن در بدخشان حادثه ای که صورت گرفت. و خوب دولت میتونه که بعد از این راهای مواصلاتی که بین ولسوالی های پنجشیری که امروز حادثه صورت گرفته باید اینا را اساسی بازسازی کنه، اونجا راه را بسازه، به خاطر که برای آینده که حادثه ای صورت میگیره باید را جلوگیری کنه. و دولت صددرصد این کار کرده میتونه، چرا که اگر دولت نتونه در همچون یک حادثه کوچکه که امروز حادثه طبیعی بوده صورت اگر اونا نتونه جلوگیری کنه، فدا از حادثه بزرگ چطور میتونه جلوگیری کنه؟ و این کار اونا میتونه که صددرصد انجام بده، و اینکه نمیکنه این ضعف خود دولت است. دولت یک دولت بیکفایت است، دولتی که توجه به مردم نمیکنه و همیشه هر کدامشان چوکیا خود هستند. خیلی ممنون از شما حمیدالله، مرسی. با هر دو نفر خداحافظی کنیم بعد از پیام هایی که فرستادید و برامون سنم میخونید. خب یک بحثی در فیسبوک ما ایجاد شده، بحث درباره این که دولت عملکردش خوب بوده یا نه. یه بخش میگن که دولت چی کار میتونسته بکنه، حوادث طبیعی و تا جایی که مثل سحر گفته تا جایی که تونسته دولت تلاش کرده به مردم کمک کرده، این از طرف خداونده که این اتفاق افتاده. و یکی دیگه هم نظر زیاد اینجوری هم داریم، اما بعضی دیگه هم گفتن که یعنی چی کاری از دست دولت بر نمی اومده، تو ایران گرد و خاک میشه، مردم پدر دولت رو در میارن، چرا گرد و خاک شده؟ اون وقت شما دارید میبینید مردم کشورتون زیر برف موندن، میگین دولت کاری از دستش بر نمیاد. و نظرات مختلف دیگه. یک بحثی هم شده سر اینکه چجوری باید پیشگیری کرد از این ماجرا. بخشی از توییت هایی که به دست ما رسیده رو میخونم. حسین توییت کرده دولت افغانستان در شرایط فعلی توان امداد رسانی نداره، ضرورت به کمک های خارجی احساس میشه. ابراهیم توییت کرده متاسفانه مقامات دولتی به فکر مردم نیستن، اگه به فکر مردم باشن میتونن در این موقعیت بیشتر اطلاع رسانی کنن. احمد توییت کرده یکی از راه‌های پیشگیری اینه که از این به بعد در مناطقی که خطر ریزش کوه و رانش زمین وجود داره اجازه ساخت و ساز خانه داده نشه. و حسین هم توییت کرده دولت باید قبل از وقوع حوادث طبیعی مناطق آسیب پذیر رو شناسایی و آمادگی قبلی رو باید داشته باشه، این اولین بار نیست. هنوزم منتظر نظرتون هستم. بریم پیش احسان و ادامه تلفن. مرسی سلام. جاوید از پنجشیر و بشیر از فاریاب دو بیننده بعدی هستن که میان در بحث ما شرکت میکنن. جاوید شما یه مقداری شرایط منطقه رو توصیف کن برامون، این که نیازهای اولیه مردم اونجا الان چیه؟ خب فهم میکنم که از طریق تلویزیون جاوید داره برنامه رو نگاه میکنه، تأخیر داره، فعلا میسید با بشیر صحبت بکنیم. بشیر فکر میکنی که چقدر واقعا افغانستان برای مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی مثل این برف و بهمن آمادگی داره و لازمه که چیکار بکنه در آینده که مشکل کمتر بشه؟ سلام خدمت شما و دوستایی که در برنامه هستن و دوستایی که برنامه رو میبینن. درود بر روان پاک شهدای که در برف‌کوش جان خدا و جانان بخشیدن. به فکر من دولت افغانستان از زد بندهای هم دیگر در بین خودشان که هست بیشتر یک بار فرابندی بکنن و از خود بگذرن بیاین یک بار به طرف ملت ببینن به چه حالت قرار دارن. از بندهای انتخابات کابینه و بالاخره تعیین پوست ها بگذرن بیاین یک بار به سر ملت و ملت ببینن از چه حالت به چه حالت رسیدن. این همین کارهای دولت است که خدا جواب آنها را به این حالت میده. اگر اینکه جان اینها را نمیگیره بالاخره میره جان ملت میگیره، که ملتی که این مردم ها را به پوست های بلند مانند که به ریاست جمهوری ریاست اجرایی به چوکی ها قرار دادن. همین فکر کنم دولت افغانستان با امکانات خیلی کم به طرف پنجشیر به حرکت کردن و تعداد فامیل خیلی زیاد کنند، همکلاسی های دانشگاهی هم بود با ما تماس گرفتن، دره هایی هسته که در آنجا با تعداد بیشتر از 50 فامیل داریم به سکونت داره. به طور اوسط بگیریم در فامیل اگر 10 نفر بگیریم 500 نفر در اون فامیل هستید. تا به حال از آنها نه اولی داریم و نه تماس تلفنی، در آنجا نه دولت حرکت کرده و نه این کنم بنیاد خیریه دیگری، جز این که امکان داره یا در زیر برف مانند قضیه بدخشان ارگون شده باشه. این فقط همین. خیلی ممنون از شما بشیر، مرسی. چون فرصت کمه بذار ببینیم که با جاوید میتونیم حرف بزنیم یا نه. جاوید یه مقدار شرایط پنجشیر رو برامون توصیف کن.
خب فکر می‌کنم همچنان جاوید متأسفانه نمیتونه حرف بزنه چون از طریق تلویزیون داره صدای ما رو گوش میکنه. بشیر باش خدافظی می‌کنیم. محمد رضا از بامیان با ماست. محمد رضا در مجموع شما آمادگی افغانستان رو برای مواجهه با بلای طبیعی چطور می‌دونید؟ تشکر از شما، سلام خدمت شما و بینندگان شما. عرض میکنم حوادث طبیعی که در افغانستان رخ داد به خصوص در ولایت پنجشیر، بامیان و هفت نقاط مختلف افغانستان خیلی تکان دهنده بود، ولی متاسفانه حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با بلایای طبیعی و مدیریت بحرانهای طبیعی خیلی ضعفهای زیادی داره و همیشه عملکردهای حکومت ما متاسفانه عکس عملی بوده نه پیشگیرانه، در حالی که ما نیاز داریم که برنامه های پیشگیرانه خیلی جدی را در قسمت بلایای طبیعی به خصوص که افغانستان کشور کوهستانی در مجموع هم سیلاب، رانش زمین، برفکوچ های متعدد و مختلف در نقاط مختلف داره، افغانستان نیاز به بازنگری، برنامه ریزی دقیق و درست و هم قسم پالیسی مبارزه با حوادث طبیعی داره که در اونجا بیشتر برنامه های پیشگیرانه را برای جلوگیری از خطرات باید ریزی بگیره. ما شاهد اتفاقات خیلی زیادی در افغانستان هستیم، از جمله در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان که حادثات از برفکوج رخ داد، هیچ گونه عکس العمل خاصی را ما از حکومت شاهد نبودیم، نه در سالهای گذشته و نه در حالا. حتی یک نمونه رو من میتونم خدمت شما عرض بکنم که در سال گذشته در قریه ولسوالی یکاولنگ وقتی سیلاب آمده بود، ما کمک هایی که از حکومت دریافت کردیم سال بعدش، یعنی 8-9 ماه بعد، یک مقدار کمک های بسیار کمی برای مردم رسید که این نشان دهنده خیلی ضعف حکومت در سراسر افغانستان. خیلی ممنون از شما محمد رضا. با جاوید خدافظی میکنیم. سید سیف رحمان از پنجشیر به جاش روی خط یک با ما. سیف رحمان، چقدر از کمک ها و اقدامایی که دولت تا این لحظه انجام داده شما راضی هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام بر شما، بفهمه. سلام علیکم. سلام به کارمنده تلویزیون بی بی سی و من میخوام از مقامات دولتی خواهش مندم که یعنی در کجایی که تراجر شده ولسوالی آبشار خصوصا در پنجشیر دیگه برای ما کدام کمکی از طریق دولت نشده، سرگاه ما همه زیر برف هست، اصل اگر منطقه به دیگه منطقه واسه نیست، مقامات دولتی کدام توجه ندارن، بررسی از آن نقدر همه خانه ها ویران شدن، دیگه بعضی خانه ها زیر برف موندن و 5-6-7 نفر شهید داریم، دیگه بیشتر از 6-7 نفر دیگه مجروح داریم. مقامات دولتی از ما کنم پرسان و سوالی از خیلی ممنون از شما سیف رحمان، مرسی. یه مقدار کیفیت خط همین آخر به هم ریخت، فعلا بریم و چند تا پیام باز بشنویم و برمیگردیم. ما نتونستیم صحبت‌هاش رو از پنجشیر بشنویم، ولی راضی از یه قریه دیگه در پنجشیر برای ما کامنت گذاشته، گفت عبدالله خیل و میگه که و اوضاع اونجا خرابه، دولت کمک لازم ایجاد نکرده، اجساد موندن هنوز، حتی سنگ برای ساخت قبر پیدا نمیشه، کمک‌های ناچیزی اینجا رسیده و راه‌ها مسدوده و میگه که دولت باید توسط خمپاره یا موشک جاهایی که احتمال برف کوچه رو منفجر کنه که در روزهای آینده به این مصیبت دوچار نشیم. یه دونم ایمیل براتون بخونم. علی برای ما ایمیل زده، گفته سوال اصلی اینه که این میلیارد تا دلار آمریکایی کمک‌های جهانی 13 سال گذشته به دولت کرزای دادن، این چه استفاده شده، چه خدماتی برای مردم کردن و میگه که چرا برای این پول‌ها صرف این نشده، مثلا برای بلایای طبیعی وسایل برفروبی خریده بشه یا و مثلا چیزهایی مثل آبخیزی، ریزش برف و اینها رو وسایل بگیرن که این مردم بیچاره و مظلومی که مثلا در پنجشیر جان خودشون رو فدای افغانستان کردن به این وضع دچار نشن. آخرین پیام هم بخونم، یک کاربری گفته که برف زاران بدتر از طالبان در افغانستان. من از شما خدافظی میکنم. خیلی ممنون سنم، مرسی. پایان برنامه امروز میرسیم. موضوع فردا خیلی سریع میگم. به بهانه اقدام یک هنرمند زن افغان که اخیرا در انتقاد به آزار
خیابانی زنان یه لباس آهنی به تن کرده بود و تو خیابونا را رفته بود. قرار فردا درباره این مسئله در افغانستان و دیگر کشورها صحبت بکنیم. به ما از تجربیات خودتون بگید که فکر میکنید چطور میشه جلوی این موزل و یعنی آزار و اذیت خیابانی زنان رو گرفت. خوب خوش باشید تا فردا.